هو المدبر. پس از عزم دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی، مهدی عسکری نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهار طی نطق خود در مجلس در راستای کمک به اجرای بهتر این تصمیم دولت به تبیین ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت که بازنشر وسیع آن واکنش‌هایی را به همراه داشت. این بازخوردها ما را بران داشت در راستای تبیین بهتر لایه‌های دیگری از این موضوع را بررسی کنیم. افزایش قیمت کالاهای حیاتی مانند گندم و تأثیر آن بر افزایش تورم کشورهای در حال پیشرفت به شکل قابل توجهی بر روی معیشت مردم اثرگذار است. به طوری که آخرین باری که قیمت جهانی گندم به سقف تاریخی خود رسید، کشورهای منطقه دچار بحران‌های سیاسی اجتماعی فراوانی شدند. برای مثال، مصرف سالیانه گندم در ایران حدود 11.5 میلیون تن است و گندم بخش عمده‌ای از غذای مردم را تشکیل می‌دهد. با این وجود لازم است تا نحوه مواجهه صحیح با این افزایش قیمت جهانی تبیین شده و سیاست‌های اقتصادی لازم جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سفره مردم اتخاذ شود. بدین منظور مهدی عسکری نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهار ضمن شفاف سازی عوامل این افزایش قیمت‌ها تلاش کرد تا با ایجاد یک تحلیل و تصویر واقعی از آنچه در عرصه جهانی در حال رخ دادن است، به اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و همچنین کاهش تبعات اجتماعی این پدیده به دولت کمک نماید. این در حالی است که خبرگزاری رسمی دولت با یک رویکرد تقطیع و نادیده گرفتن راهکارهای ارائه شده، تنها سعی در تفره رفتن از پاسخگویی به سوالات مهم پیرامون موضوع حذف ارز کالاهای اساسی داشته و با استناد به کارشناس سازمان فاو که بایستی در کاهش نابرابری جهانی و تامین امنیت غذایی ملل مؤثر باشد، اما خود تبدیل به بازویی برای اجرای استراتژی‌های استعماری در جهان بوده و حتی نمی‌تواند از ریختن گندم مازاد آمریکا در دریا جلوگیری کند. سعی در کتمان شواهد منطقی به کار رفته توسط مهدی عسکری داشتند، شواهدی که به اختصار و در زمان بسیار کوتاه نطق میان دستور بیان شد. اما اصل ماجرا چیست؟ پس از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین، افزایش قیمت نفت تبدیل به مهمترین نگرانی جهان شد. همزمان شدن این جنگ و تبعات آن با اثرات تورمی ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در زمان پاندمی کرونا باعث شد تا شوکی جدی به بازار کالا وارد شده و شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. اما فارغ از فضاسازی‌های رسانه‌ای، تأثیر واقعی این جنگ در تولید و صادرات گندم چه بوده است؟ بررسی روند قیمت جهانی گندم نشان می‌دهد که در طول 2 سال گذشته با افزایش قیمت در بازارهای جهانی روبرو هستیم و در حالی که حدوداً 3 ماه از آغاز جنگ اوکراین گذرد، اما در طول 2 سال گذشته قیمت جهانی گندم حدود 110% افزایش داشته و مشخصاً از زمان شروع جنگ اوکراین حدود 36% قیمت گندم بالا رفته است. پس فارغ از جنگ اوکراین، قیمت گندم افزایشی بوده و متأثر از دلایل دیگری به ویژه افزایش قیمت انرژی بوده است. این در حالی است که جنگ روسیه و اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید غرب بر علیه روسیه باعث ایجاد فرصت برای کشور ما شده است. پیوستن چین و روسیه به عنوان 2 اقتصاد بزرگ به کشورهای علاقمند به دور زدن تحریم‌های اعمال شده از جانب آمریکا باعث تقویت تبادلات تجاری بین ایران و این کشورها می‌شود. دولت مردان مراقب باشند که با یه سری آمارها و اطلاعات مخدوش دچار اشتباه محاسباتی نشن. نکته مهم دیگر این که اگرچه قیمت گندم افزایش یافته، اما قیمت جهانی نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی که عمده صادرات ایران را تشکیل می‌دهد نیز افزایش قابل توجهی داشته است. بدین ترتیب با یک نگاه واقع بینانه و جامع می توان جنگ اوکراین را به یک فرصت اقتصادی برای کشور مبدل کرد. در بحث گندم و آرد، با توجه به مبادلات گسترده تجاری ایران و روسیه و رایزنی های صورت گرفته، در صورت اقدام به موقعی وزارت جهاد کشاورزی، نیاز کشور قابل تامین خواهد بود و اختلال در صادرات اوکراین عملاً تأثیر خاصی بر بازار ایران نخواهد گذاشت. این در حالی است که با افزایش سطح زمین های زیر کشت گندم در کشور و همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی گندم توسط مجلس و ارائه دیگر مشوق های تولیدی توسط دولت، انتظار می رود که میزان تولیدات داخل افزایش پیدا کرده و به طور کلی نیز شاهد کاهش وابستگی کشور به واردات گندم باشیم. در این میان، نظام چپاول جهانی به رهبری آمریکا قصد دارد با استفاده از ابزار رسانه و پیش‌بینی‌های اقتصادی سوگیری شده، مشکلات ناشی از جنگ را به بحرانی کاذب در عرصه امنیت غذایی تبدیل کرده و با ایجاد قحطی هراسی و افزایش انتظارات تورمی به این مشکلات دامن بزند. این در حالی است که روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های گندم در جهان با رکوردشکنی در افزایش میزان تولید خود روبروست. در این میان، ترس از قحطی مصنوعی در کنار دیگر بازی‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب به عدم عرضه مازاد تولید گندم برخی کشورها از جمله هند در بازارهای جهانی انجامید.
ضمن توجه به افزایش ذخایر استراتژیک اقلام حیاتی، مهمترین راهکار در مواجهه با قحطی تحمیلی، افزایش تولید داخل و حرکت به سوی خودکفایی است. به ویژه اینکه مجلس با افزایش قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم را به 11500 تومان رساند تا انگیزه تولید کنندگان افزایش یابد. دولت در افزایش ذخایر کالاهای حیاتی کشور تسریع کنه، به ویژه با فرصت خرید مناسبی که از روسیه در ارتباط با آرد و گندم داریم، همچنین تقویت کشت داخلی گندم به ویژه کشت پاییزه. قبلا سطح زیرکش حدودا 30 هکتار بوده، ولی امسال به خاطری که نرخ خوبی اعلام کرده و حمایت‌های بیشتری هم شده، دوربر 50 هکتار سطح زیرکش تا بردن بالا. به هر حال منکر اثرات جنگ بر روی قیمت جهانی گندم نیستیم، اما برای اخذ تصمیمات صحیح ابتدا باید تحلیل درستی از ماجرا داشته باشیم و اسیر بازی‌های نظام چپاول جهانی نشویم. در این شرایط با اتخاذ سیاست‌های درست مانند انعقاد قراردادهای صحیح، افزایش مشوق‌های تولیدی و تقویت کشت پاییزه گندم به جای محصولات غیر ضرور و آببر، میتوان به کاهش وابستگی کشور امیدوار بود. دو هفته پس از این صحبت‌ها دولت مجوز واردات گندم توسط بخش خصوصی را صادر کرد. می توان نتیجه گرفت سخنان مهدی عسکری نه تنها در راستای کمک به دولت برای تسهیل عبور از این بازی ساختگی و پیچ تند اقتصادی در جهان بوده، بلکه با تاکید بر ابعاد مختلف تأثیرات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و سنجش تاب‌آوری اجتماعی بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌های اجتماعی این طرح تاکید کرده است. بهتر بود تا رسانه دولت ضمن توجه به این بخش مهم که نقطه مرکزی این نطق بوده است، پاسخ به این سوالات اساسی را مورد توجه قرار میداد. تصمیمی که دولت درباره حذف ارز ترجیحی داره ظاهر اقتصادی اما تبعات گسترده اجتماعی داره که باید به اونها به صورت جدی توجه کنیم و خط قرمز تصمیمات تاب‌آوری معیشت مردمی باشه که سالیانی زیر تحریم ناجوانمردانه و ظالمانه و سوء تدبیرهای مسئولین دچار صدمات جدی اقتصادی شدند. دولت باید پاسخ بده که آیا محاسبه دقیقی کرده که آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر خط فقر داره، چه تأثیری بر تورم انتظاری داره، چه تأثیری بر قیمت سایر کالاهای اساسی داره، آیا اینها به دقت محاسبه شده و راه‌های جایگزین پیشنهاد شده، راه‌های تنظیم بازار پیشنهاد شده، آیا قیمت‌های کالاهای اساسی سایر محتاج مردم تأثیر نمیذاره؟ اونها رو می‌خوایم فقط با دستور و دستورالعمل کنترل کنیم یا نیاز به سازکار و تدبیر داره؟